خالق بودن الله متعال انسان بیننده این که ما را از عدم خداوند متعال آفریده ما نبودیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شیئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه ما توی انسان در واقع از جایی آفریدیم که اصلا یادی از تو در میان نبود تو در عدم بودی اصلا اسم و رسمی از تو نبود کسی تو رو نمیشناخت ما بودیم که انا خلقنا ما تو را خلق کردیم ما خالق تو هستیم نعمت خلقت و نعمت اینکه تو بیایی بر روی این هستی و وجود داشته باشی و این همه نعمت ها و امکانات رو خداوند متعال در اختیار تو قرار بده توی بشر و تو رو متمایز بکنه از مخلوقات دیگه و تو رو در حقیقت عقل و درک و شعور بده که این تو رو متمایز میکنه از مخلوقات دیگه از پدیده های دیگه و کرامت به تو بده و لقد کرمنا بنی آدم ما به فرزندان آدم کرامت و برتری بخشیدیم خداوند متعال ما رو از سایر مخلوقات برتر کرده و برتری داده به ما کرامت داده به ما و حتی انسان انسان با فرمان برداریش با ایمانش با طاعتش از خداوند متعال میتونه به جایی برسه که حتی از مقامش از فرشتگان هم بالاتر بره و آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت یا مکان آدمیت پس الله متعال ازان بیننده همون گونه که در بر مراحل مختلفی که ما انسان رو آفریده که خداوند متعال حتی به نسبت تربیت مادی ما و خلقت ما و اینکه چطوری ما رو آفریده در سوره مؤمنون خداوند متعال میفرماید که و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ما انسانو در واقع از از چکیده ای از خاک آفریدیم ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین پس او رو نطفه ای در قرارگاهی اصوار یعنی در رحم قرار داد ثم خلقنا النطفه علقه این نطفه رو پارچه گوشتی یا پاره گوشتی قرار داد به صورت خون بسته ای قرار دادیم فخلقنا العلقه مضغه این علقه رو یا خون بسته رو به صورت پاره گوشت در آوردیم بعدش فخلقنا المضغه یا ضامه این پاره گوشت رو به استخوان تبدیل کردیم فکسون علی اظام لحما بعدا به این استخوان گوشت پوشوندیم